سعید محمد حسنی، شاعر و روانشناس. ویدیویی از ایشون رو به تماشا می‌شید. سلام و درود بر شما. سلام به هرمز عزیز و نازنین. برای این برنامه بزرگ داشت من در ابتدا فکر می کردم که هرچه به شعر هرمز و راه طی شده او در طول این 50 سال شاعرانگی او بیشتر بپردازیم، شناخت ما از او بیشتر خواهد شد. من بارها در مورد هرمز مطلب نوشته یا صحبت کردم، اما امروز که باز در جایی قرار گرفتم که میخواهم مجدداً هرمز را باز شناسی کنم، خودم رو مجبور دیدم که نگاهی متفاوت و دیگرگون به او بیاندازم. مواصلش رو در یک مقاله جداگانه خواهم نوشت. فقط در خصوص تضادی که با خودم پیدا کرده بودم، دوست داشتم اون رو با خود هرمز نازنین در میان بگذارم. تضادی که از رهگذر این بازشناسی برای من ایجاد شده بود. در اولین قدم از این بازشناسی که قاطعانه در خصوص شعر هرمز است، خودم را گرفتار در این تضاد دیدم. تضاد این است که هرمز چندین و چند بار و همیشه که از او در خصوص ناب پرسیده اند گفته است ناب را محدود و تکراری دیدم، لذا از ناب جدا شدم. نقل به مضمون. اما برای ما که با شعر ناب و شعر هرمز سالها معانست داشته ایم، این جدایی هرمز از ناب و ناب سرائی نه تنها مشهود نیست، بلکه حتی برعکس است. من به ویژه در مجموعه های پرتعداد هرمز در دهه 90 گرایش نهادینه به ناب را حتی هویداتر می بینم تا جدایی از ناب، و این تضاد را باید حل می کردم. به شکل خلاصه دریافتم را اینگونه بیان می کنم. هرمز هرگز و هیچگاه از نابیت خسته نشد و نگریخت، بلکه از موجیت گریخت. هرمز از در قفس گروه و در تقید قواعد و الزام به جزر و مد به همراه دیگران بود که خسته بود، نه از ناب و ناب سرودن. چرا که سرودن و ناب سرودن تنها کاری بود که به گفته خودش در زندگی بلد است انجام دهد. هرمز از ناب جدا نشد، بلکه ناب را توسع داد. هنوز هم شعرش مؤکدن ناب است، چه خود بخواهد و بپذیرد، چه نخواهد و نپذیرد. اما نابی که در شعر هرمز هویداست، ناب مانده در موج نیست و نیز ناب معاصر با شست نمی باشد، و این کمی توضیح دارد. به ویژه در سالهای اخیر می بینیم شاعرانی که حرفه‌ای هستند و توانایی سرایش شعرهایی را دارند که مختصات اصلی یک جریان یا موج را در خود بیان می کند. جریاناتی مربوط به گذشته، جریانات و موجهای شناخته شده در شعر نوین 60 ساله معاصر به سبب فراز و فرودشان تاریخمند هستند. آنها معاصر تاریخ پیدایش خود هستند و انگ زمان خود را بر پیشانی دارند، و به همین سبب، یعنی گرفتاری در تاریخمندی، از معاصریت در حال گذار عقب می مانند. لذاست که باید بدانیم ناب سرودن آسان است، اما ناب را معاصر ساختن دشوار است. ناب را با بیایند و مؤلفه ها و رفتارهای زیبا شناختی آن را معین کنند. وقتی در دوره ای هستیم که بسیاری از موج سواران و موج سازان اندک شگرد تکراری و مبتذلی را با علم ایس و گروه های کاذب برمی افرازند،
مایه تأسف است که جریانی شاخص و مشخص دارای تبار و مؤلفه‌های خود بسنده که به هر زحمتی بوده در گذر از سالها و دعای پرغوغای گذشته به یاری تو و به سعی تو و دیگر یاران نابسرای امروز به معاصریت زیبا شناختی خود و امروز پایان قرن رسیده است، به سبب تردید، دودلی، تواضع یا تأخیر خود و قدر نشناسی از داشته ها خاموش بماند و در بیصاحبی و عدم اعتماد به نفس بانیان حقیقیش مزمحل و منقرض شود؟ کلام آخر این که هرمز عزیز، معاصرسازی توسع و تبدیل موج مرده‌ای به جریان ناب معاصر بر تو مبارک است. پدرا، یارا، اندوه گسارا، تو بمان. دوم بهمن 1400. بله بفرمایید جناب. بله. سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر سعید محمد حسنی یا سعید جان عزیز خودم به عبارتی. سعید جان همیشه من رو مورد لطف و عنایت قرار داده و میده، اما حرف ایشون رو قبول دارم، اگرچه قرار شد این مطلب رو موکول کنم به کتابی که در حال نوشتن هستم به اسم مثلا تاریخ شفایی. من در واقع ناب رو به عنوان خالص بودن شعر یا هر چیزی میپذیرم، اما واقعیت امر اینه که من به شکلی بعد از دو کتاب نرگس کودک کبوتر و نرگس فردا، وقتی از مچو سلیمان اومدم اهواز، یعنی سال چند بود، 63 و اینا، دوست داشتم که از این حواشی و سمخواهی ها و زوائد و زمایم شعری که به عنوان شعر ناب به وسیله زنده یاد آتشی معرفی شد واقعا آسود خاطر بشم و به شکلی دنبال تکامل و تکوین فردی خودم بودم. و علتش اینه که شباهت ها در واقع که برای خیلی ها سال پیش می اومد، برای خود من هم آزارنده بود. حتی در مصاحبه ها زیاد می گفتم که ما اگر فرض کن 5-6 شاعر از بچه های ناب رو از هر کدوم بندی رو بذارید، میشه یک شعر و مشخص نیست که این شعر از 4 نفر، 5 نفر یا 1 نفر یا هر چی. که بعد میگفتم تفاوت در اندیشه هست، ولی این هم در واقع برام قانع کننده نبود، چون اصلا هیچ شعری بدون اندیشه نیست. حتی کسی هم که آدم اندیشه ورد، اندیشمند و متفکری هم نباشه، هر حرفی رو میزنه میشه به عنوان تفکر پذیرفته شای یک رای. اما علتش هم اینه که من خودم نه موج بلکه حرکت یا نزدت ها رو وقتی نتونستم در یه مقطعی مؤلفه های شعر حج رو بپذیرم و نتونستم بپذیرم که شعر وقتی به صورت گروهی در اومد و مؤلفه های ساختگی، البته خوبی برمیگرده 50 سال پیش، حالا کارها خیلی چیزتر شده، انگار این مثل این که شما یک اوزان جدیدی برای شعر تعیین کنید و این تبدیل به یک قید و بند میشه. و یادم هست موقعی که کتاب چرا خطاب پروانه‌های براهنی رو خوندم، واقعا بعضی جاهاش رو دوست داشتم من مینوشتم و میگفتم، چون به اون دریافت رسیده بودم و حتی معتقدم چند شعر از کتاب خطاب پروانه‌های براهنی عالی ترینن یا به نظر من خیلی جانبخش و جانپذیرن، چون با نفس شاعر عجینن.
و من اینها رو در واقع خواهم نوشت، کما اینکه در دستبندی ها و در واقع به شکلی گفتگوها و سهمخواهی ها چیزهایی پیش می اومد که در شأن شاعر جماعت نیست و نبود. اما من اگر به عنوان شاعری فرزند کرکار حتی یا به قول بعضی ها تولید انبو تلقی می شدم، که البته تولید انبو نبود، چون نمی تونستم قانع بشم. من می تونستم تا آخر عمرم مثل نرگس فردا شعر بگم، مثل کودک کبوتر بگم، و این توان و قدرت رو داشتم و دارم. کمایی که موقعی که نرگس فردا رو من زندیات شاپور و بنیاد به من گفته بود فلانی از یک صفحه تا بی نهایت صفحه شما جا داری برای کتاب، که من اومدم و از 12 یا 14 سر رسید در عرض 6 ماه تونستم نرگس فردا رو در بیارم. ولی به یک دریافتای رسیدم که میشه شعر خوب گفت فارغ از عنوان حجم و ناب و عناوینی که هست، و من نه مخالفتی دارم نه انادی دارم و نه حتی قضاوت میکنم، چون معتقدم خود شعر اگر شعر باشه تمام قدرت‌های جهان نمیتونن جلو رسوخ و نفوذ اون شعر رو در جان مخاطب صادق و هوشمند بگیرن، و برعکس اگر شعر نباشه همه نیروهای ادبی، فرهنگی، سیاسی جهان جمع بشن نمیتونن یک ناشاعر رو به یک جامعه خردورز، خردمند و باهوش فقنه کنن. کمایی که امروزه در فضای مجازی من متاسفانه بعضی از شعرها رو میبینم که وحشتناکه، یعنی جامعه شعری ما اینقدر آشفتگی هم داره. من باب مثال مثلا شعر میزنن از فروغ، تو شعر فروغ کلمه مستضعف هست، فلان هست، اینا اصلا آسیب وحشتناکی هست. نه، من در واقع شعر ناب و خالص رو دوست دارم و انشالله بعد از این نکوداش یه مقدار حالم که بهتر بشه، چون به هر جهت من سنم دارو بالا میره، روی این تنم که نیستم. و خیلی ها از من میخواستن که تاریخ شفای رو به صدا بنویسم، حالا یا تنبلی کردم، ولی واقعا هیچ تردیدی نداشتم. شرایط طوری بود که نتونستم، یعنی این دو سال کرونا و مصایبی که من دیدم، حداقل 10 تا از افراد نزدیک خانواده و بستگان نزدیکم از بین رفتن. یعنی همیشه من و خانومم در واقع یک عزاداری های دو نفره داشتیم، دوتا هم مریض ها. من فرمایش شما را قبول دارم، پیشنهادتم قبول دارم، و اون چه که فرمودی درست دکتر جان سید عزیزم، نه تردید و اینا نبود، ولی من شاید هم یک نوع نمیدونم اسمش بذارم چی، فرصت طلبی چی فلان فلان نمیدونم، ولی حالا وقتش هست که همه حرفاشون رو زدن و من نمیخوام در تاریخی که می نویسم کسی رو بی جهت تایید یا کسی رو چیز به حساب منکوب یا مطلوب قرار بدم، ولی یافته‌های خودم رو نسبت به شعر می نویسم، چون مرتب در حال تجربه هستم و خوشحالم هستم که اگر قرار شد جزوی از من بیادگار بمونه، جزوی باشه که حتی یک سطر باج دادن یا فریب دادن درش نباشه. من معتقدم در زندگی مخصوصا شاعر، تو صحبت قبلی هم گفتم، من حتی به اندوه خودم اگر صادقانه بگم ببخشید بیشتر وفا دارم که بگم آقا من آدمی هستم که یأس دارم، حالا نه یأس فلسفی، اصلا از جهان خسته هم. بی جهتم امید به کسی نه به خودم میدم نه دیگران، و من در شعر نه دنبال پند و نصیحت و اندرز هستم
من میخوام ببینم هرمز علیپوری که از 20 سالگی شعر میگه و از 14-15 سالگی به اصطلاح اهل مطالعه بوده، دوست داشت در تغییر جهان سهمی داشته باشه، و من در واقع مثل آدمی بودم که اومدم جلو با خودکار قرمز و این خودکار اینقدر بیرنگ شده که تبدیل به یک کاغذ سفید شده، یعنی واقعا دیگه حرفی برای گفتن انگار ندارم و جهان به سمتی داره میره که کاری شاد از شعرها بسیار برخواست نشد کنم. بله فرمای شما درسته، من نه از ناب تبرا می جویم نه سمخواهی می کنم، ولی معتقدم بعضی از شعرهای خوب هستن که خیلی شاعرتر، زحمتکشتر و موفقتر از شعرهای هستن که در یک گروه زیر یک به اصطلاح عنوان معرفی میشن، و این گروه اگرچه محاسن و خودشو داشت ولی این معابیر رو هم داشت که امکان داشت من به عنوان شاعر فرض کن هر اسمی به اعتبار یا به صرف 4 تا شعر مطرح بشم، ولی آدمی که همه عمرشو داره صرف شعر میکنه دیده نشه و این یک نوع آدرس غلط دادن هست. و در ضمن دیگران باید انسان رو به اصطلاح تأیید کنن یا ترغیب کنن یا تشویق. من خودم بیام بگم آقا من بزرگترین شاعری رو هم من که بله سه جان من خواهم نوشت، و گفتم به امید خدا بعد از همین نکوداش یه مقدار که تندرست‌تر شدم تجربیات 55 ساله شعرم رو خواهم نوشت و دیگه یه موقعیتی هست که نمیخوام بعد از حرف خودم برگردم بگم آقا من اشتباه کردم نکنم، نه تا حدی که من یاد گرفتم، تا حدی که من میدونم و من هم یه ضمیر مجبورم از این کلمه استفاده کنم، این من با اون منیت فرق دارم.